وقت افطار و سحر دعای تو گردد قبول، آن گناهانی که کردی عفو گردد در یقین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، این هم کابل ارزان قیمت چارایی داود خان از طرف بنیاد خیریه همدرد به واسطه جناب محترم قاری صاحب احمد ضیا خان و جناب محترم گل احمد خان که در امریکا زندگی میکنن، از طرف شما برادران و خواهران عزیز که به واسطه این بنیاد خیریه کمک شده، ما مواد خوراکیه را پک میکنیم که شما میبینید برادرای مهربان ما در اینجا مصروف کار هستند که برنج به شمول گوشت و همچنان نان و قرمه و آب نوشیدنی. این برادران مهربان ما اراده و تصمیم گرفتن که در ولایت کابل که مرکز افغانستان است، در کابل هم این پروسه شروع شود. همین بود که امروز الحمدلله به فضل الله متعال ما توانستیم که با این برادران به یک نتیجه برسیم، مواد را پک کنیم. الله عز و جل قبول کند. ماشاءالله ماشاءالله. الله عز و جل صدقات و عطیات شما را به درگاه خود قبول بگرداند. برادران و خواهران مهربان ما، این افطاری است و چقدر روزداران که به این مواد افطار میکنن، در اجر و ثواب هر یکیشان شما شریک هستید. و این که شما به این مردم مهربانی میکنید، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الله عز و جل بر شما رحم میکند. شما بر مخلوقاتی که در زمین هستن به اینها رحم بکنید. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید پس پروردگار و خالقی که در آسمان است، الله بر شما رحم خواهد کرد. پس اگر میخواهید که تمام مشکلات زندگیتان حل بشه و تمام آرزوهای زندگیتان برآورده بشه، پس شما کوشش بکنید با مشکلات این مسلمانان برسید. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که یک مشکل مسلمان را در دنیا حل بسازد، الله عز و جل در آخرت 70 مشکلات او را حل می کند و همچنان مشکلات دنیوی او را حل می سازد. الله عز و جل و برکت این صدقات و خیرات شما مریضان شما را شفا بدهد و همچنان در کاروبار و تجارتتان برکت بیاندازد، همچنان در عمر و در علم و عملتان. ماهی پر فیض و تراوت، ماهی غفران میرسد. ماهی پر فیض و تراوت، ماهی غفران میرسد. برخیزید ای مسلمین، برخیزید ای مسلمین. از این بر در ما ماهی وحی، ماهی قرآن میرسد. بر در ما ماهی وحی، ماهی قرآن میرسد. زنده کن تو ای جوان فرزی الهی.